one last fight. تریلر جدید سریال تهاجم مخفی هم پخش شد و خب تو این ویدیو میریم سراغ بررسی این تریلر، ولی اولین نکته‌ای که با دیدنش به چشم میادش اینه که کاملا با کمیک متفاوته، چون توی کمیک گروه اونجر بود که درگیر اتفاقات مختلفی بود که اونجا داشت پیش میومد، ولی اینجا داریم میبینیم که همه چی فرق کرده و خیلی خوب میشدش که اگه مارول میومد حداقل از چند تا از اون شخصیت‌های اصلی اینجا استفاده میکرد تا به اون نشون بده اینطوری میتونه حداقل اون مخاطبایی که تو این فاز چهارمی که همچین جالب نبود و شروع فاز پنجمی هم که چنگی به دل نمیزد یه طورایی دوباره جذب خودش بکنه، ولی خب میبینیم که سیاست ها کاملا متفاوت شده و داره سمت مسیر جدیدی حرکت میکنه. تو این ویدیو هم میریم سراغ بررسی تریلر و کاراکترهای جدیدی که داخلش دیده شده. قبل از اینکه بخوایم این ویدیو رو شروع کنیم حتما یاد باشه که یه لایک به این ویدیو بدی، همونطورم که میدونی من شاهین عزیزم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم. بریم سراغ تریلر جدید. قبلا متوجه این شده بودید که نیکی تایمی بودش که اصلا روی زمین نبود و از طرف دیگه ای هم تالوس و زنش بودن که اومدن جای اونو ماریا رو پر کرده بودن. حالا اینکه اون انتهای اندگیم اومده بود یا نه هم کاملا مشخص نیست و معلوم نیستش که اونجا هم که کاراکتری رو که دیدیم خودش بود یا بازم یه اسکرول بود که جای اونو پر کرده بود، ولی خب از چهره نیک کاملا دارید متوجه میشید که خیلی شکسته تر و پیرتر شده نسبت به اون موقعی که ما دیده بودیمش و داره نشون میده که زمان خیلی زیادی و روی زمین نبوده. شروع تریلر جاییه که داره به ما نیکو نشون میده که وارد یه منطقه محافظت شده داره میشه و بعدش هم اون مقبره‌ای که اینجا میاد و به ما نشون میده که به نظر میرسه یکی از مخفیگاه‌های شاید برای شیلد باشه که اینجا هستش. فقط یه نکته که اینجا وجود داره اینه که ما دو تا شات داریم میگیریم که اینجا رو داره به ما نشون میده، که داره به ما یه قبرستونی رو نشون میده و مقبره‌ای که وجود داره، ولی اگه بهش دقت بکنی تو این شاتی که میبینیم میره سراغ اون مخفیگاهی که وجود داره و اون سلاحی که برمی‌داره، مدل کتش و رنگ کلاهش متفاوت نسبت به اون جایی که بالای اون قبر وایساده. اگه نگاه بکنید می‌بینید که کاملا تفاوت داره و احتمالاً اینا دو تا سکانس متفاوت توی دوتا بازه زمانی خاصه. توی شاتای بعدی دارید صدای تالوس رو میشنوید که به نیک میگه تو این تایمی که تو نبودی اوضاع خیلی به هم ریخته شده. حالا این بازه زمانی که نیک نبوده رو میتونی یه حدسایی ازش بزنیم، احتمال داره از داستان وینتر سولجر تا الان دیگه اون روی زمین نیومده باشه و این اولین حضوریه که اون اینجا داره. و نکته بعدی که داریم میبینیم داره توی شات بعد به اون مسکو رو نشون میده و کاراکتر کینگزلی رو داریم میبینیم که اونجا رو منفجر میکنه. این شخصیتی که داریم میبینیم بهش گراویک هم میگن و نکته مهمی که در موردش وجود داره اینه که توی سری شات بعدی که وجود داره میبینید بازوی اون تغییر شکل پیدا میکنه. اسکرولای معمولی نمیتونن یه همچین قدرتی رو داشته باشن، پس احتمال زیاد اون یه سوپر اسکروله و حتی میتونه رهبر این گروه هم باشه. نکته اصلی که اینجا دیده میشه اینه که این چهرهی که داریم ازش میبینیم خب بالاخره چهره یه آدمیه که روی زمین بوده. حالا اون کاراکتر واقعا شرور بوده یا نه رو ما نمیدونیم، ولی دارید متوجه میشید اون از اون چهره داره سوء استفاده میکنه و کارهای خلافکارانه ای رو جلو میبره. و نکته بعدی که اینجا دیده میشه اینه که تو اون صحنه انفجار میتونید ماریا رو هم ببینید که اونجا به ما نشونش میدن و این احتمال داره که یه شروعی برای داستان تهاجم مخفی باشه و اینکه اون حالا بیاد و بره دنبال نیک فیوری تا اونو وارد ماجرا بکنه. ما اینو میدونیم که قراره تو این سریال رودی هم ببینیم. اون کاراکتریه که از همون ابتدا که با تونی آشنا شد خیلی ها نظریه اینو دادن که میتونه اون یه اسکرول باشه و احتمال داره اینجا هم حتی به این موضوع بخواد اشاره بکنه که میتونه خیلی هم جالب باشه یه مقدار از اون پشت پرده ماجرا رو اینجا به ما نشون بده. حالا در مورد اسکرولا شاید بگید خب اونا که همه کاراکترهای بدی نبودن، اون چیزی که ما دیدیم رفتار دوستانه‌ای داشتن، درست هم هستش به خاطر اینکه اونا دو تا گروه دارن و یکی از گروه‌هاشون هست که رفتار دوستانه‌ای با انسان داره و ترجیح میده که کنار انسان ها توی صلح زندگی بکنه، ولی خب یه دسته دیگه هم دارن که اونا ترجیح میدن کل زمین رو برای خودشون کنن. شرور بودن اونا توی کمیک بیشتر دیده میشه به خاطر اینکه بتونن زمین رو به دست بیارن میرن سراغ رهبرهای بزرگی که روی زمین وجود داره و کسایی که قدرتمندن اونا رو میگیرن و خودشون رو شکل اونا میکنن تا بتونن به یه سری تکنولوژی و سلاحهای خاص
دسترسی داشته باشن، همونطوری که خودشون شبیه به خیلی از شخصیت‌های گروه اونجرز کرده بودن. تو این سریال قراره که ما وارد یه جنگ سرد بشیم، به خاطر اینکه نمیدونیم کی اسکرول و کی نیست و کارهایی که دارن انجام میدن کاملا مخفیانه جلو میره و این یه نکته جذابیه تو این سری ماجراهایی که از مارول داریم میبینیم و یه طوری میشه گفتش که شبیه به وینتر سولجر میتونه باشه. از طرف دیگه یه گروه دیگه توی انگلیس وجود داره که مثل نیک فیوری اینا هم به اسم MI-13 و میتونیم رهبری که رأس کارشون هستم اینجا توی سریال ببینیم که اسمش هم سونیاست. حالا اینکه این کاراکتر هم میتونه اسکرول باشه یا نه رو نمیدونیم و اینجا تو این سریال باید به تمام شخصیتی که داریم میبینیم شک بکنیم و بگیم که امکان داره که حتی اونم اسکرول باشه و توی شات بعدی جایی که دارید میبینید میرن سر اون مقبره‌ای که برای نیکولاس فیوری در نظر گرفتن و داره همه چیز رو کاملا نشون میده که اونا مرگ نیکو اینجا جل کردن. اشاره‌ای که اینجا داره به این مقبره و از طرف دیگه سنگ قبر میشه یه طوری برمیگرده به اون مقبره‌ای که دیدیم نیک از توی سلاح برداشت و داره نشون میده که اینجا مخفیگاهیه برای اینکه بتونن از سلاح‌های مختلفشون استفاده بکنن. و نکته بعدی که دیده میشه اینه که وقتی که داره سلاح‌ها برمی‌داره می‌بینید که اون دریچه‌ای که داره روشن شد و یه علامت گرگی اون وسط هستش و اینطوریه که فعال میشه و میتونن ازش استفاده کنن. حالا تا دی میبینید که خاموشه. شات بعدی دو مرتبه تالوس داره با نیک صحبت میکنه در مورد اتفاقاتی که افتاده بهش میگه و از اونجا میپریم به شات بعدی که داره به ما راستا نشون میده که قبلا توی واکاندا فوراور هم تونسته بودیم اونو ببینیمش و این احتمال وجود داره که حتی اونم اسکرول باشه، به خاطر اینکه میدونیم اسکرول دنبال اینن که بتونن قدرت بیشتری به دست بیارن تا با قدرتی که دارن ازش بتونن استفاده بکنن اون چیزایی که میخوانو به دست بیارن. و اینجا میبینیم اون کاراکتریه که به یه مقام بالایی نزدیک میشه، با اون ازدواج میکنه و حتی خودش هم جزی از اون گروه میشه، پس این احتمال وجود داره که حتی این شخصیت هم یه اسکرول باشه. شات بعدی جایی که یه گروه رو میبینیم که مسلم اصلا وسط ماشینا دارن رد میشن. این بر میگرده به اون جایی که داریم میبینیم هلیکوپتر سمت اون ماشینا و اون تیمی که دارن حرکت میکنن تیراندازی میکنه و توی شات بعدم جایی که امیلیا کلارک رو میبینید که روی یه نفرم افتاده و ناراحته. احتمال زیاد کاراکتری که اینجا داریم میبینیم و از طرف دیگه هم امیلیا رو میبینید که ناراحته به خاطرش، اون میتونه تالوس باشه، چون تو سکانس های بعدی و شات های بعدی هم میبینیم که اون درو داغون شده و احتمالا این که اتفاقات بزرگیه که توی سریال میفته و مرگ اونو به ما نشون میده. و همونطوری که توی اطلاعات جدیدم متوجه شدید امیلیا قراره بیاد و نقش دختر تالوس رو بازی کنه که اسمش هم گیاس. توی کمیک هم این کاراکتر بودش، اونو همکار خودش کلر اومده بودن روی زمین زندگی میکردن و یه خانواده هم داشتن و دختر اون درگیر پروژه بالسوم میشه و اتفاقاتی که حالا توی کمیک میفته و اون تلاشایی که اون میکنه تا بتونه اون گروهی که هست و نابودش کنه. ما قبلا دختر تالوس رو توی کاپتان مارول هم دیده بودیم که بچه بود و داره نشون میده که زمان زیادی از اون تایم هم گذشته. و نکته بعدی و مرگ تالوس داره نشون میده که نیک کاملا تنهاست و دیگه اون دایره افرادی که میتونه بهشون اعتماد بکنه خیلی کوچیک‌تر شده. توی شات بعدی به ما یه مخفیگاهی داره نشون میده و یه جایگاه بزرگیه که کلی آدم روی اون تخته دراز کشیدن و به نظر میرسه تمام اونا رو اسکرولا اونجا جمع کرده باشن و یه طورایی اونا رو همه رو توی یه خوابی برده باشن تا بتونه از چهره که اونا دارن استفاده بکنن. و خب توی شاتای بعدی هم جاییه که گیار میبینیم که اونجاست و داره به اون محل هم نگاه میکنه. حالا اینکه میخوان از دی ان ای اونا استفاده بکنن برای تغییر شکل و دسترسی به امکانات رو نمیدونم، ولی خب توی کمیک اینطوری نبودش. اون اسکرولا خیلی راحت میتونستن خودشون رو تغییر شکل بدن، اصلا نیازی به دی ان ای کسی نداشتن. توی شات بعدی میبینید که سونیا به نیک میگه که باید مسئولیت کاری که انجام دادی رو به عهده بگیری و این داره اشاره میکنه به اینکه اسکرولایی که اومده بودن و خب نیک بهشون گفتش که میتونید اینجا بمونید، از چند تاشو کمک گرفت برای کارهایی که میخواست انجام بده، ولی الان داریم میبینیم که اونا یه تعدادشون دارن شورش میکنن و میخوان زمین رو به دست بیارن و کاملا همون مسئولیتیه که نیک شروع کرده و خودش هم باید تمومش کنه. توی کمیک یه لحظه مهمی هم وجود داره و اون جاییه که متوجه میشید که والنتینا در اصل یه اسکرول بوده که داشته تلاش میکرده تا نیک فیوری رو بکشتش و این امکان وجود داره که اینم وارد سریال بشه و یه همچین چیزی هم اینجا ببینیمش. از طرف دیگه ایم توی کمیک
اون میادش و اسپایدر وومن رو میفرسته تا بره قاطی اسکرولا بتونه ازشون اطلاعات به دست بیاره. ولی خب چون ما همچین کاراکتری رو نداریم فعلا توی دنیای مارول و توی سریال نمیتونن بیارن به اون نشون بدن، احتمال داره که به جای اون کاراکتر ماریا کسی باشه که از طرف نیک میره قاطی اونا بشه و اینطوریه که نشون میدن اونم میتونه یه اسکرول باشه، چون اون شخصیت اسپایدر وومن هم اونجا بعدا متوجه میشید که در اصل خودش هم اسکرول بوده. شات بعدی به نظر میرسه که داره به ما پاریس رو نشون میده و از طرف دیگه یه نفر میبینید که باش چتر داره توی شهر حرکت میکنه و یه روزنامه‌ای هم نشون میدن که داره اخبار نیویورک رو میگه و یه صدایی هم اونجا پخش میشه که میگه اونجرز کجا رفت و اونا کی میان که بخوان مثلا واکنش نشون میدن. و اینا خیلی نکات مهم و ریزیه که داره نشون میده بعد از اتفاقات اندگیم دیگه اون تیم نتونسته کنار هم دیگه جمع بشه و تهدیدایی که روی زمین هم خیلی بیشتر شده. تو این شات دارید گراویکو میبینید که به یه محفظه بزرگی نگاه میکنه و خب از شاتای قبلی و اتفاقاتی که پیش اومده بود دیدیم که به ما یه نیروگاه بزرگ رو در داغون هم نشون داده بودن که ممکنه که این محفظه‌ای که داریم میبینیم توی همون نیروگاه باشه و از طرف دیگه هم داریم میبینیم که نیک فیوری اونجا پرتاب میکنه وسط اون جایگاه و یه طوری داره نشون میده که دنبال اینن تا بتونن نیکو یه طوری کنترلش بکنن و خودشون شکل اون بکنن تا به یه سری از دسترسی‌های محرمانه‌ای که توی دنیا وجود داره دسترسی داشته باشن تا بتونن اون کارهای بزرگشون رو انجام بدن. این رسیدن به قدرت و پیدا کردن نیکو کشتنش خب توی کمیک هم بود و داره نشون میده که نیک فیوری خیلی کاراکتر مهم و بزرگیه برای اینکه اونا بتونن به اون خواستایی که دارن برسن. شات بعدی جایی که به ما یه کیفیو نشون میده که برای دمیج کنترل که قبلا توی MCU هم این تیمو دیده بودیمش و این امکان وجود داره که اونا حالا دستگاهی رو درست کرده باشن که از طریق اون میتونن متوجه بشن که کی اسکرول و کی نیستش. بعد از اون شات هم شاتای بعدی که داره به ما نشون میده و آخر همه سکانس‌های اکشنی که تو این سریال وجود داره و میشه یه طوری به این سریال امیدوار بود به خاطر اینکه هم ساموئل بازیگر خیلی خوبی از طرف دیگه ای هم امیلیان وارد این سریال شده و میتونه سکانس‌های اکشن خوبی رو نشون بده. از نظر تیم بازیگری مشکلی نداره، فقط باید امیدوار باشیم که دیزنی بذاره اون حالت تاریکی که حالا توی کمیک وجود داشت اینجا هم یه مقدار خودش رو نشون بده، اون حالت بچه بازی که قبلا دیده بودیم توی سریال‌های شی‌هالک و میز مارول اینجا نباشه تا بتونه اون پتانسیل لازم رو بهمون بده، به خاطر اینکه الان میدونید تو این شرایطی که هست و اوضاع به هم ریخته که مارول داره واقعا با این شروعی که دو فاز پنجم داریم نیاز داریم که یه سریال قوی رو ببینیم. و از طرف دیگه هم میدونیم که حالا سریال لوکی هم بعدن قرار از راه برسه، پس لازمه که این سریالایی که وجود دارن همه قدرت کافی رو داشته باشن تا مخاطبو جذب خودش بکنن، به خاطر اینکه یه مدت خیلی از مخاطبایی که قبلا حسابی طرفدار مارول بودن دیگه بی خیال اون شدن و میگن این فیلمای جدیدی که داره ساخته میشه اونطوری که باید و شاید قدرتمند نیست و به درد نمیخوره و باید امیدوار باشیم که این سریال بتونه اون اتفاقات گذشته رو همه رو جبرانش بکنه. در مجموع امیدوارم که دیدن این ویدیو هم لذت برده باشی، حتما نظر تئوریتو داخل کامنت ها برام بنویس و لایک و ساب و زنگولارم فراموشت نشه فعال بکنی، اینطوری میتونی محتوای جدیدی که میسازم راحت‌تر دسترسی داشته باشی و بیای توی کانال و ویدیو جدید تماشا بکنی. و یه ویدیویی هم برات آماده کردم میذارم اینجا که در مورد سریال جان ویک و یکی از بازیگراشه که از روی کاراکتر جوکر لجر الهام گرفته و نقش خودش و شخصیت خودش رو تکمیل کرده که میتونی کلیک بکنی روی این ویدیو بری تماشا بکنی. و در مجموع دیگه حرفی هم نمونه تا ویدیوی بعد. بدرود.